سلام، برعکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. همتون رو خیلی خیلی دوست دارم. اومدم با همتون سکسی بنگ بنگ. خیلی وقت نبودیم. در اینکه این کانالی خورده به قناه جی جی شده، دلیل اصلیش اینه که خب امین مسئول صد، امین کلا مسئول هر چی که باشه به فاحشه خونه تبدیل میشه. و خارج از اون من همه توجهمو گذاشته بودم روی چی؟ تمام توجهمو گذاشته بودم روی اینکه بتونم کانال چیزو قوی کنم، کانال پادکستو قوی کنم. و الان تقریبا برای یک ماه کانتنت دارم، یعنی 15 تا ویدیو دارم که هر دو روز یکیش میاد بیرون. مثلا الان وقتم که خودم به اینجا برسیم. حالا من از یه سوال دارم، اگه میشین مثلا کمکم کنین. ما برای این کانال دوتا چاره داریم. یکی این که ویدیوهای رندوم بذاریم، مثلا همین که الان مثلا صحبت داریم میکنیم و نمیدونم یه ریاکشن بذاریم بر اون ور، اونم سهیل رو توالت و چیزای اینجوری. یا بیایم ویدیوهایی که تو پادکست میاد و که مثلا 40 دقیقه است، 30 دقیقه است، 50 دقیقه است، 1 ساعته رو تبدیل کنیم به ویدیوهای 7 تا 12 دقیقه. یعنی مثلا یه ویدیو 40 دقیقه توش 7 تا پوینت، مثلا 20 تا پوینت داره، از این 20 تا پوینت 7 تاش باحاله. اگه مثلا 4 تا از اون پوینت ها میشن مثلا میشه 9 دقیقه، ما 4 تاش انتخاب میکنیم میزنیم. یعنی مهمترین و باحال ترین جاهای پوینت رو بذاریم اینجا. اینجا ویدیوهای مثلا 3 4 دقیقه، یعنی 7 8 دقیقه درست کنیم، 8 تا 13 دقیقه ویدیو اصلشم اونور دیگه این باشه. یا اون اولی که گفتم، اگه میشه اینو واسه من بگین، بگین آپشن 1 همین جوری باشه، حرف بزنیم موجوده متفاوت و رندوم، یا آپشن 2 خلاصه ویدیوی 40 دقیقه 1 ساعته بر اینجا. اینو من خیلی دوست دارم بدونم. خب امین چطوری ببی؟ چطوری عزیزم؟ خوبی؟ اورستی من شنیدم سویشون کلاف میکنه حرف میزنم، میخوام از این بعد اینجوری من صحبت کنم. سلام بچه‌ها، سوئیل اقتصادی هستم. ببین من گنگم. بذار صدامو صرف کنم آروم شو. الو بچه‌ها. خب سلام. خب بگو ببینم امروز سوال چی بود؟ امروز خواستی سوال سنگین جالب بپرسیم. تو اولین باری که دراگ زدی یادته؟ من گل زدم اولین چیزی که زدم دیگه. نه همون مثلا یادته کلن چی جوری بود؟ آره مثل دقیقه. خب مثلا چی جوری بود؟ خودت رفتی سمتش؟ کسی بگو چی جوری؟ اینو به بچه ها بگو. نه من اومده بودم ایران، بعد میخواستم لاغر شم سر داستانی، بعد یه رفیق الاغ داشتم بهم گفتش که گل بزن، غذا نخور، بعد کره میکنی، کره باعث میشه آدم لاغر شه. دست کاملا مزخرفم، چیزی نیست. خونه علیرضا بودم، من و علیرضا و یه رفیق دیگه‌مون بودیم، داشتیم همون که گفته بود به من گل بزن، بعد گل میزدیم و مثلا دو تا پاک میزدم و نگه میداشتم تو. بعد میگفتن که خب مثلا نه خوب نگه نمیداری فلان، مثلا من این کارو کردم این چند بار. بعد خب هیچیم نشد روز اول. بعد روز دوم رفتم همین کاری کردیم، برگشتم شاکی گفتم که چرا این کار نمیکنه؟ بس چرا کسیر میگین علف آدمو میگیره؟ بعد دوستان گفت مادر هرزه اگه نگه افتاده چرا داری این الاغ میخندی؟ بعد اونجا فهمیدم که یه چیزایی شده من خودم نمیفهمم. بعد دیگه اونجا دیگه چت شدیم و بعد اتفاقی که میفتاد مثلا خودم کنترل کنم، فقط میخندیدم، هر کی هر چی میگفت برای مثلا 5 دقیقه بعدش میخندیدم. این اولین باری بود که من گل زدم. بعد همین موضوع مشروبشو چی؟ اولین باری که مشروب زدم اتفاق عجیب اصلا نیفتاد. 14 15 سالم بود، نمیدونم تو همون سن 14 سالم بود. بعد زنگ زدم به بابام، با اونها همه مهمونی بودن طبق معمول، فقط من خونه بودم. بعد مثلا گفته بودم یه 3 4 تا دختر اومده بودن با 2 3 تا پسر، اتفاقا امیرحسین برادر علیرضا اونجا بود. گفتم که بچه میای مشروب بخوریم؟ بعد گفتن که ما تا نخوردیم از این حرفا. گفتم خب اوکی منم همینطور، بیام بخوریم چه اختیاری. گفتن اوکی. بعد زنگ زدم به بابام، گفتم بابا ما میخوایم مشروب بخوریم، بعد چیکار کنیم؟ گفت خب مشروب دو مدل هست، یه مدل مشروب ضعیف داریم، مشروب قوی داریم. آب جو و این چیزا میگن مشروب ضعیف، به ویسی و ودکا اینا میگن مشروب قوی. گفتم که او چه عالی، تو میگی من با کدوم شروع کنم؟ من میگم با مشروب ضعیف شروع کن، بعد یواش یواش بیا قوی. بعد بهم آدرسم داد، گفتش که مشروبای ضعیف زیر تخت اتاق مهمونه، مشروبای قوی هم توی بالکن تون، یعنی بشکه های کسیش صدیچی داشت توش پر ودکا. بعد گفت ودکامون توه، ویسکی هم زیر میز سالن. قشنگ یادمه یه میز داشتیم که جی پارچه میافتاد پایین تا تمام، بعد پارچه که میزدی بالا انگار مشروب فروشی بود. سو ویسکی و شراب اونجا بود، بیر زیر میز زیر تخت بود، عرق سنگی هم توی بالکن. بعد گوشی رو قطع کردم، میخواد فکر کردم، گفتم ولکام ضعیف چیه ما قوی. رفتم بیرون و یه پارچ مثل آب میریختن، یه پارچ پر کردم از عرق سگیه، آوردم گوشتم روی میز و یه 5 تا لیوان آوردم و اتفاقا لیوان خودم دقیقا همین اندازه بود، یه ماگ گنده برشم توش ودکا ریختم تا اینجاش پرش کردم. یه نزدیک 20 دقیقه میرفتم بوم کردم، بوی زجر میده، چه کسافتیه. یه 20 دقیقه من لیوان دستم بود اینا. بعد 20 دقیقه گفتم دیگه نمیشه دیگه بابا، بذار بکنیم. اینو گرفتم دستم تمامشو خوردم، یعنی
نیم لیتر ودکا که میشه توی لیوان گنده همه رو خوردم برای اولین بار تو زندگی. بعد قشنگ یادمه وقتی که اینو قلوب 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 خوردم، سرم آوردم پایین، سرم که آوردم پایین همون ریختی نبود که برده بودم بالا، آلدی یه سرم یه کجورش تکون میخورد. بعد یهو گرفت مثلا ظرف چه میدونم 10 دقیقه رو منو گرفت، یهو دیدم همه چیز اینجوری تکون میخوره و چیلکس شد و اینا، اصلا یهو عشق کردم دیگه. تا صبح گفتیم و خندیدیم و پارتی کردیم و موزیک و کثافت کاری تا مثلا دیگه همین دیگه مثلا دیگه بغل رفتن و گرفتم خوابیدم. صبح بلند شدم سر حال، اصلا نمیفهم چرا سر حالم، چون که توی اسمش چیه تو مشروب تبدیل میشه به شکر، انرژی وحشیانه بد میده. بعد صبح که بلند شدم کلی انرژی شدم منفجر میشم. بعد یه خوش اومد مشروب، این مال مشروبم بود. بعد یه مواد دیگه هم زدم قارچه که اونم رفتیم وسط جنگل. یه دونه از این ایونت ها بود که مثلا 1500 نفر 2000 نفر یا حتی بیشتر آدم میان، بیشتر ده خیلی بیشتر مثلا 10000 نفر 15000 نفر آدم میام وسط جنگل برای 3 روز. بعد 3 تا استیج موزیک بود، یکیشون موزیک مثلا هاوس میزد، یکیشون موزیک مثلا یه چی دیگه میزد الکترونیک میزد، یکیشون هم چیز بود چیل بود، میرفتیم مثلا بودابار و این استایلا بود. بعد دیگه رفتیم اونجا و یه روز پارتی کردیم. روز دوم که خواب بلند شدیم ماشینمون انداختیم بالا شکم راه رفتن، یه ساعت راه رفتیم، نه یه ساعت 40 دقیقه راه رفتیم به جای برسیم که اونجا لش کنیم. همون موقع که رسیدیم ماشوم هم دیگه کیکین کرد. ولی یه اتفاق خیلی جالب افتاد توی این راه که اینو میخوام بگم خیلی خنده است. بهترین جیش زندگیمو اینجا کردم. یعنی اصلا نمیتونی باور کنی. یعنی انقدر داستانش چیزه که اگه آدم باهام نبود هیچ کسی تو زندگی حرفمو باور نمیکرد. یه رودخونه تصور کن که این توی زمستون رودخونه است. توی تابستون خوش میشه. میشه 500 تا دریاچه‌های کوچولو کوچولو مثلا 10 متری 20 متری 30 متری توی این جاده در واقع رودخونه که آبایی که توش عمق داره گیر می‌کنن دیگه، آبای دیگه هم که تا آب نیاد دیگه خشکه. خب مثلا این همچین رودخونه ای داریم. بعد ما داریم بغل رودخونه رو راه می‌ریم، بعد من دستشویی می‌گیره به بچه‌ها که دارن راه می‌رن، میگم بچه‌ها من میام که جیش بکنم. مثلا 8 قدم میرم سمت راست، یه دونه بوشز گل اینا هست اونجا سبز، میرم وای میسم پشتش، هم پشت این بوشه در واقع اون رودخونه است. من داشتم شوخم اونجا میرم جیش کنم، در واقع من میرم یه جوری میرم پشت چیز، یعنی میرم رودخونه اون برام، منم اینو وایسادم جیش میکشم پایین شروع میکنم جیش کردن. یهو سرام که میرم بالا میبینم این ورتر یا یه دختره کاملا لخت سفید چشای آبی بلوند داره خودشو تو آبه. من که اینو دیدم گفتم ای وای چه گویی خوردم، نکن این همه جا ما کجا انتخاب کردیم بشوشیم بریم میشوشیم تکنیک تو اینجا انجام بره پایین میره تو اون دریچه کوچوله. این دختره الان برمیگره فوش خانواده میده، منم دیگه شلوار کشیدم پایین، آردی جیشه تو راه، یعنی قد کردنشونه خود سخته پسرا میفهمم. من تو مدو گیرم که عجب چه الان شروع میکنه داد بیداد کردن، من زودتر جیشه ها بکنم که مثلا این داد میکنه تمومش کنم فرار کنم. بعد اخرین جوری برگشت منو دید، من اینجوری ترسیدم گفتم الان جرم میده، یه لبخند به من زد بعد کامل چرخید دستش اینجوری آب براش ریخ رو سینه هاش، دیگه آبو ریختم پایین پشو که خوشو با آب شستن و شوکه واسه من رقصیدن. بعد مثلا باورم نمیشد این اتفاق میفته و فقط داد زدم دوستامو صدا کردم، مثلا بابک بود سیاوش بود، بابک سیاوش بیاین اینجا رضا. بعد گفتن چیه؟ گفتم بیاین اینجا بشاشین. گفتم واما دستشویی ندیم، مثلا اونا توی فاز دور شدن دیگه، مثلا 20 قدم هم گرفتن. گفتم بهتون میگم بیاین اینجا همین الان بشاشین، وقت ندارم توضیح بدم. آیا همشون برگشتن اینجوریشون که چی میگی واسه داد دیوونه ای یا بیارمش، یعنی چی منطقه چیه؟ دیدی قرقره داشتن میومدن جلو، بعد که رسیدم به من یه زاویه دختره رو دیدن همش هم خوش شده خوشن، فقط از شوکن تو شهر باشون کشینن پایین همشون کردن شاشیدن دختره رو نگاه کنیم. دیگه جیشمون تموم شد و کشینیم پایین رفتیم. چرا؟ چون دوست دخترمون همه اونور بودن. بعد دیگه رفتیم و رفتیم وسط یعنی همین یه دونه رودخونه دیگه پیدا کردیم که اونم دوباره خوش شده بود، ولی مثلا برای مثلا شاید 1-2 سانتی متر 3 سانتی متر آب روش آروم میره. واسه همین سنگایی که بیرون بود مثل تخت بود. من این سنگ پیدا کردم رو تخت خوابیدم، وقتی داشتم خوراکیامو گذاشتم توی اون آب 2 سانتی متری که خنک بمونه و آفتابم بهش نخوره نوشابه اینامو گذاشتم اونجا خودم خوابیدم. دیگه از ساعت مثلا 1-2 بعد از ظهر ما اونجا چت بودیم تا مثلا 7 شب. اینم داستان قارچه. منم فقط همین 3 تا مواد زدم، چیز دیگه نزدم. او سلویام زدم 4 تا مواد. سلویام خیلی آقا سلویای گله که آزاده، یعنی مثلا تو همه جای دنیا تو میتونی بری بزنی. یه دونه
جو روگن تو پادکستش میگه، داره جوش سوال میکنه، میگه دیوانه ترین موادی که تو زندگیم دیدم سلویاست. خب یعنی مثلا از من جو روگن این حرفو داره میزنه، واقعا یه چیزیه. من خودم چه احساسی بهش داشتم، ولی وقتی گفتم که اوکی پس من احساس فقط نبود، واقعی بود. یه گل فقط هم یه پک میتونی بزنی. چرا؟ چون فلج میشی بعدش. پس اگه مثلا یه دونه چستود بکنی ببینی چطوریه، فلج میشی ولی های نمیشی. میگفت اینجا دیگه نمیتونی، دست کنترل دست دهن دستت نیستش که دیگه پک بعدیو بزنی. خب خیلی جالبه. بعد سالی که میکنی یه تختو آماده میکنی، یعنی والا واسه ما تختم آماده کردم، بعد خوابیدم تو تختم دقیقاً جوری که راحت بودم. بعد بچه‌ها دستم گرفتن بلندم کردن همونجا نشستم. بعد یکی ساعت گرفت جلوم، یکی هم پایپو گرفت جلوم. من این پایپو کشیدم دهان عقاقو گرفتم، این ثانیه هم میرم. گفتم آقا تو 40 ثانیه تو اینو نگردو. ثانیه که به 40 رسید شروع کرد تو دماغم جوری دون 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 زدن. بعد اومد تمام صورتمو گرفت، بعد اونجا سرمو گرفت، بعد گردنمو گرفت، بعد گرفت تو کمرم، داشت فلج میشد همین چی. جوری که رفت تو کمرم یا اپش اینجوری افتادم روی تختم. بعد اولا که اینکه احساس میکنی آدم فلج چی احساس میکنه باور نکردنیه، چون آدم همیشه میشنم به طرف مثلا فلج میگه اوکی میتونم درکش کنم، ولی واقعا نمیتونی درکش کنی، میتونی فقط حدس بزنی چطوریه، خیلی آنجوکیدد و بد در واقع. توی این قشنگ میفهمی آدم فلج چیه داستانش. خلاصه آقا فلج شدم و میافتی، بعد میری تو باقالی، یه جوری میری تو باقالی. من حالا مثلا اصلا اتفاقی که افتاد، من تمام دیوارا و سقف خونم تبدیل شد به گل روز، گل روز واقعی، یا یعنی اینجوری شاخه می اومد بیرون، برگ داشت چند تا، بعد گل روز داشت تکون میخوردن خیلی آروم، بعد بوی گل روز توی خونه یه جوری می اومد که مثلا پشما میخوره بود. بعد من مثلا در خونه رو دیگه نمیدیدم، مثلا من میدونستم اونجا دره. خب اینو میفهمیدم اون لحظه، گفتم آقا من میدونم الان تو اتاقم من سلویا رو زدم، تو اتاقم نشستم اونجا در بود، ولی الان فقط من گل روز میبینم. چطوری میشه که مثلا من الان نمیتونم بدونم در کجاست؟ میگم قبول گل روز اونجا رو در اومده، ولی خب مثلا در کجاست من دقیقاً نمیتونم ببینم، چون فقط گل روز میبینم. بعد نمیتونم بفهم که چطوری من نمیتونم اینو ببینم وقتی که میدونم اونجاست. بعد حالا دو تا چیز، وقتی که برمیگردی، اول دومیشو میگم، نمیدونی که اینی که برگشتی دروغه یا اونی که داشتی میدیدی. یعنی این خیلی عجیبه برات، چون انقدر واقعیه، انقدر مثلا کارتون زیاد بخوری، کارتونی چیز می‌ریزی می‌بینی تکون می‌خوره این حرفا، این واقعیت واقعیته. یعنی مثلا دون قشنگ میگم دیگه، من توی باغ گل بودم در حالی که میدونستم تو خونمم، اومده بودم بیرون، نمی‌فهمیدم که آقا ما تو گل روز زندگی می‌کنیم، توی میتریکس یا تو توهممون می‌بینیم که تو خونه ایم، یا نه من تو خونه بودم اون منو برد تو توهم. بعد اونجا قدرت مغز رو فهمیدم که عجب کارایی میتونه مغز با آدم بکنه، و اونجا فهمیدم که چه سری آدم ها میرن مثلا مواد خیلی قوی میزنن و تمام زندگیشون تو داغونی و نمیدونم خودشون رو به قول آمپول میزنن از این کارها که چطور خوشحال باشن. دلیلش هم اونجا فهمیدم که او اینا مثلا تو دنیاهای دیگه